نهم وینستون از فرط خستگی به لرزانک شباهت داشت لرزانک ای مناسب بود فلبداهه به ذهنش آمده بود گویی بدنش علاوه بر وارفتگی لرزانک بیرنگی آن را هم داشت احساس می کرد که اگر دستش را بالا بگیرد می تواند روشنایی را از پشت آن ببیند بر اثر کار طاقت فرسا خون و لنف از درون رگهای او بیرون کشیده شده و تنها پودی ظریف از عصب و استخان و پوست بر مانده بود جملگی قوای حسی او انگار درشت نما شده بود روپوشش شانه های او را می آزارد پیاد رو پاهایش را قلقلک می داد. حتی بازو بسته کردن دست ها را به صدا در می آورد. در عرض پنج روز بیش از 90 ساعت کار کرده بود. دیگر افراد هم در وزارتخانه همین اندازه کار کرده بودند. اکنون همه چیز تمام شده بود و ال بیکار بود. تا فردا صبح کار حزبی نداشت. می توانست شش ساعت را در مخفیگاه و نه ساعت دیگر را در بستر استراحت به سر در آفتاب ملایم بعد از ظهر خرامان خرامان راه مغازه آقای چارینتون را از مسیر خیابان کثیفی در پیش گرفت. ضمن که حواسش جمع پلیس گشتی بود، نابخردانه متقاعد شده بود که امروز بعد از ظهر خطر مداخله یک کسی در بین نیست. کیف سنگینی که در دست داشت در هر قدم به زانوانش میخورد و پوست پایش را به زغزغ میانداخت. داخل کیف آن کتاب که اکنون شش روز بود آن را در اختیار داشت اما لای آن را باز نکرده و نگاهی هم به آن نینداخته بود در ششمین روز هفته نفرت پس از راه پیمایی ها سخنرانی ها فریاد سرود پلاکاردها، پسترها فیلم ها مجسمه های مومی آوای ها، تبل شیپور به زمین کوبیده شدن پاها لخلخ فوج تانک ها غرش توده ی هواپیما ها تراق تروق تفنگها، شش روز پس از براه انداختن این بسات که هیجان عظیم به اوج خود می رسید و دیگ نفرت عمومی از اروسیه به چنان درجه از انفجار رسیده بود که اگر جمعیت دستشان به دو هزار اسیر جنگی اروسیه می رسید که قرار بود در آخرین روز مراسم به دار آویخته شوند بیچون و چرا تکه تکهشان می کردند. درست در چنین لحظه ای اعلام شده بود که اقیانوسیه در جنگ با اروسیه نیست اقیانوسیه در جنگ با شرقاسیه بود اروسیه متحد اقیانوسیه بود البته تصریح نشده بود که تغییری صورت گرفته است فقط به قید فوریت در همه جا منتشر شد که دشمن به جای اروسیه شرقاسیه است لحظه ای که چنین تغییری صورت گرفت وینستون در یکی از میدانهای اصلی لندن در تظاهراتی شرکت جسته بود. شب بود و چهره های سفید و پلاکارت های سرخ در پرتو و انواج نور ترسناک می نمودند. چند هزار نفری به میدان ریخته بودند که شامل یک صفحه هزار نفر از بچه مدرسه ای ها با آنیفرم جاسوسان هم بود. بر روی سکوی پوشیده با پرده سرخ سخنرانی از حزب مرکزی قرار گرفته بود. مردی باریکندام با بازوان بی تناسب و دراز و کله تاسی که چند تار موی بلند مانند علف هرز بر آن رویده بود و برای جمعیت نطق قررایی می کرد. با آن قیافه ریزه که بر اثر نفرت از شکل افتاده بود گردن میکروفون را به دستی گرفته و با دستی دیگر که در قیاس با بازوی استخانی هیولاوار می نمود هوای بالای سرش را وحشیانه چنگ می اندام. با صدایی که از بلنگوها تنی نفکن بود فهرست پایان ناپذیری از شقاوت و کشتار و اخراج و چپاول و تجاوز به عنف و شکنجه زندانیان و بمباران غیر نظامی ها و تبلیغات دروغ و تجاوز بیدادگرانه و پیمان های شکسته بیرون میریخت. محال بود که آدم با شنیدن گفتار او ابتدا متقاعد و پس از آن دیوانه نشود. هر چند لحظه یک بار دیگه خشم جمعیت به جوش می آمد و صدای سخنران در میان قرشی وحشی صفت که بی اختیار از گلوی هزاران نفر بر میشد گم میگشت. گشت. وحشیانه ترین قررش ها از جانب بچه مدرسه ای ها می آمد. سخنرانی بیست دقیقه پیش رفته بود که قاصدی با شتاب از سکو بالا رفت و تک کاغذی را در دست سخنران چپانید سخنران تک کاغذ را باز کرد و بیان که گفتارش را قطع کند آن را خواند. چیزی در صدای شیوه ی حرکت یا محتوای گفتارش تغییر نکرد. اما اسمها به ناگاه دگرگون شدند. بیان که کلامی گفته شود، ماجی از تفاهم در میان جمعیت جریان یافت. اقیانوسیه در جنگ با شرقاسیه بود. لحظه بعد هم همه ی عظیمی به پا شد. پلاکارت ها و پستر هایی که زینت میدان بودند، نادرست از آب در آمدند. نصفان ها چهره های عوضی داشتند. خرابکاری شده بود. معموران گلدشتان دست به کار بودند. در همان حال که پسترها را از دیوارها می کندند و پلاکاردها را تکه تکه و لگت کوب می کردند. میان پردهی پر آشوب روی صحنه آمد. جاسوسان در بالا رفتن به پشت بامها و پایین کشیدن پرچم هایی که روی لوله های بخاری در باد پریشان می شدند. کاری کردن کارستان. اما در عرض دو یا سه دقیقه همه چیز پایان گرفته بود. سخنران که هنوز گردن میکروفون را به دست داشت با شانه خم گشته به جلو و دستی چنگ زنان به هوا وقفی در گفتارش ایجاد نکرده بود دقیقه دیگر و قررش وحشی صفت دوباره از حلقوم جمعیت بر نفرت به همان صورت پیشین ادامه یافت الا اینکه آماج آن تغییر یافته بود آنچه وینستون را در باز پس نگریستن تحت تأثیر قرار داد این بود که سخنران در وسط جمله بی آنکه مکسی بکند یا تعلیف کلام را در هم بشکند مسیر صحبت را عوض کرد اما چیزهای دیگری هم ذهن وینستون را به خود مشغول داشته بود در میانه آشوب بود یعنی به هنگام پاره کردن پسترها که مردی ناشناس بر شانه او زده و گفته بود عذر میخواهم فکر می کنم کیفتان را انداخته اید. با بی توجهی و بدون صحبت کیف را گرفته بود. میدانست روزها طول می کشد تا مجال خواندن آن را بیابد. به مجرد پایان گرفتن تظاهرات مستقیم به وزارت حقیقت رفته بود. هرچند که ساعت نزدیک 23 بود. تمام کارمندان وزارت خانه نیز چنین کرده بودند. دیگر به دستورات صادر از تلسکرین که آنان را به کار میخواند نیازی نبود. اقیانوسیه در جنگ با شرقاسیه بود. اقیانوسیه همواره در جنگ با شرقاسیه بود است. قسمت اعظمی از نوشتجات سیاسی پنج سال پیش از حیز انتفاع ساقط شده بودند. هرچه گزارش و سند بود و روزنامه و کتاب و جزوه و فیلم و نوار و عکس باید به سرعت برق تصحیح می شد. هرچند دستورالعملی صادر نشده بود مشخص بود که رؤسای اداره بایگانی بران بودند که در عرض یک هفته هیچ گونه اشاره به جنگ با اروسیه یا اتحاد با شرقاسیه نمی بایست بر جای بماند کاری بیچار کننده بود بیشتر بدان سبب که روندهای در برگیرنده آن را نمیشد به اسم واقعی نامید در اداره بایگانی همه کارمندان در 24 ساعت 18 ساعت را کار میکردند و دو سه ساعتی می خوابیدند. توشک ها را از زیر زمین ها می آوردند و در سرسراها میانداختند غذا شامل ساندویچ و قهوه پیروزی بود که کارکنان رستوران آن را روی چرخ می آوردند. وینستون هر بار که میخواست بخوابد سعی میکرد میزش را بدون کار انجام نشده ترک کند و هر بار که با چشمان چسبیده و دردناک سر میز برمیگشت. میدید که انبانی از لوله های کاغذی مانند پشمک روی آن را پوشنده و دستگاه به خانه بنویس را زیر گرفته و پخش زمین شده است. طوری که همواره اولین کارش این بود که آنها را مرتب کند تا جا برای کار کردن داشته باشد. بدتر از همه این که کار به هیچ وجه کار ماشینی صرف نبود. اغلب اوقات کافی بود که اسمی را با اسم دیگر جایگزین ساخت اما هر گونه گزارش مشروح رویدادها نیاز به دقت و تخیل داشت حتی دانش جغرافیایی که برای انتقال جنگ از یک قسمت دنیا به قسمت دیگر مورد نیاز بود، اهمیت داشت. روز سوم درد چشمانش دیگر تحمل ناپذیر شده بود و عینکش هر چند دقیقه یک بار احتیاج به پاک کردن داشت. به کلنجار رفتن با کار جسمی خورد کننده ای شباهت داشت. کاری که آدم حق داشت از انجام آن سر باز زند. اما در عین حال با حالتی بیمارگونه نگران به انجام رساندن آن بود تا آنجا که مجاره به خاطر سپردن داشت این واقعیت که هر کلمه ی زمزمه شده به درون به خانه بنویس و هر گردش قلم دروغی تعمدی است آزارش نمیداد. مثل کارمندان دیگر خون خونش را میخورد که مبادا خلالی در کار جلسازی سازی ایجاد شود صبح روز ششم فرو ریختن لوله های کاغذی ها هش یافت تا نیم ساعتی چیزی از لوله فشار بیرون نیامد. سپس یک لوله کاغذی دیگر و سپس هیچ. کار به طور همزمان در همه جا کاهش میافت. آهی عمیق و طبق معمول سری در اداره بایگانی منتشر شد. کاری گران که به گفتار نمی آمد انجام یافته بود. اکنون برای هر آدمی محال بود که با سند و مدرک ثابت کند که جنگی با عروسی واقع شده بود. ساعت دوازده ظهر به گونه غیر منتظر اعلام شد که تمام کارمندان وزارتخانه تا فردا صبح آزادند. وینستون همچنان که کیف حاوی آن کتاب را در دست گرفته بود و هنگام کار بین پاها و موقع خواب زیر بدنش قرار میداد به خانه را. صورتش را اصلاح کرد و با اینکه آب چندان هم گرم نشده بود داخل حمام به خواب رفت. با قژاقژ قج شهوت آلودی در هفتاد و دو بند تنش از پله های بالای مغازه آقای چرینتون بالا رفت. خسته اما دیگر خواب آلوده نبود. پنجره را باز کرد. چراغ نفتی کثیف و کوچک را روشن کرد و ظرفی آب برای قهوه روی آن گذاشت. جولیا به زودی سر می رسید. تا آمدن او به خواندن کتاب می پرداخت. روی صندلی زهوار در رفتن نشست و تصمه های کیف را باز کرد. مجلدی سنگین و سیاه بود. بی نام و عنوان. با صحافی ناشیانه. چاپ آن نیز اندکی آشفته می حاشیه صفحات فرسوده بود و به سادگی ور می آمد. گویی کتاب بارها دست به دست گشته بود در صفحه اول چنین آمده بود تئوری و پراتیک اولیگارشی جمعی از امانوئل گلدشتاین وینستون شروع به خواندن کرد فصل اول نادانی توانایی است در سراسر تاریخ مکتوب و شاید از پایان عصر نوسنگی سه گونه آدم در دنیا بودند بالا، متوسط، پایین به راه های فراوان به طبقات فرعی تقسیم گشتند اسامی بی شما را گوناگونی گرفته و جمعیت نسبی آنان همینطور گرایش آنان به یکدیگر دوره به دوره تغییر یافته است. اما ساخت اصلی اجتماع هیچگاه تغییر نیافته است. حتی پس از تحولات عظیم و تغییرات به ظاهر برگشت ناپذیر، همواره همان نقشینه خود را بر جای نشانده است. درست مانند دستگاه گردش نما که به رقم رانده شدن به هر سو همواره تعادل خود را باز میابد. هدفهای این سه گروه یک سر سازش ناپذیر است. وینستون از خواندن باز ایستاد بیشتر به این قصد که قدر مطالعه در آسایش و امنیت را دریابد او تنها بود نه تلسکرینی نه گوشی بر سوراخ کلیدی نه انگیزه عصبی که به عقب نگاه کند یا صفحه را با دست بپوشاند هوای دلانگیز تابستان روی گونهش بازی می کرد. در دور دست های دور فریاد خفیف بچه ها در هوا شناور شد در خود اتاق صدای جز آوای گونه ساعت نبود. خود را بیشتر به داخل صندلی فرو برد و پاهایش را روی پیش بخاری نهاد. نعمت بود. ابدیت بود. ناگهان عین رفتار گاهگاهی کسی که کتابی در دست دارد و میداند که عاقبت هر کلمه ای از آن را بازخانی می کند جای دیگری از کتاب را گشود و فصل سوم آمد. به خواندن ادامه داد. فصل سوم جنگ صلح است انشعاب دنیا به سه برقاره رویدادی بود که قبل از نیمه قرن بیستم می توانست پیش بینی شود و فلواقع پیش بینی هم شده بود با مستحیل شدن اروپا در روسیه و امپراتوری بریتانیا در ایالات متحده دو قدرت از سه قدرت موجود و روسیه و اقیانوسیه در عمل به وجود آمدند سومین قدرت شرقاسیه پس از دهه جنگ پراشوب دیگر به صورت واحدی مجزا پدیدار شد. مرزهای فیما بین سبرغاره در برخی جاها قرار دادی است و در جاهای دیگر بر حسب طالع جنگ تغییر میپذیرد. اما در کل تابع خطوط جغرافیایی است. روسیه بخش شمالی سرزمین اروپا و آسیا از پرتغال تا باب برین را یک سر در بر میگیرد. اقیانوسیه شامل آمریکا، جزایر آتلانتیک از جمله بریتانیا، استرالیا و بخش جنوبی آفریقا است. شرقاسیه که کوچکتر از دو قاره دیگر و مرزهای غربی کمتری دارد، مشتمل است بر چین و کشورهای واقع در جنوب آن، جزایر ژاپن و بخشی بزرگ اما در حال تغییر منچوری و مغولستان و تبت. این سه قاره به نحوی از آنها دائما در جنگ با یکدیگرند. و طی 25 سال گذشته چنین بوده است. با این حال جنگ دیگران مبارزه نومید و ویرانسازی نیست که در اوان دهه های قرن بیستم بود. جنگی است با اهداف محدود بین جنگاورانی که قادر به از بین بردن یکدیگر نیستند. هدفی مادی برای جنگ ندارند و اطلاف ایدولوژیکی بنیادینی از هم جدایشان نمی سازد. این گفته بدان معنا نیست که خصلت خوناشامی حاکم بر جنگ و گرایش جهانگیر به آن رنگ باخته یا سلح شورانه تر شده است برعکس جنون جنگ مداوم و جهان شمول است و اعمالی از قبیل تجاوز به عنف چپاول کشتار کودکان تحویل کل جمعیت ها به بردگی قصاص گرفتن از اسیران که تا جوشانیدن و زنده به گور کردن هم کشیده می شود طبیعی تلقی می شود و هنگامی که ارتکاب چنین اعمالی نه به دست دشمن که به دست خودی صورت می گیرد مهر استحقاق می خورد اما در مفهوم عملی شمار بسیار معدودی از آدمها آن هم اکثرا متخصصین کار کشته درگیر جنگ می باشند و در مقام قیاس باعث تلفات چندی می شود. جنگ در صورت وقوع در مرزهای مبهم که آدم عادی برای پی بردن به حدود و سقور آنها تنها می تواند به حدس و گمان متوصل شود یا در اطراف دژهای شناور که نقاط سوق و جیشی راه های دریایی را حفاظت می کنند درگیر می شود. در مراکز تمدن جنگ معنایی جز کمبود بیوقفه کالای مصرفی و انفجار گاهگاهی بمب موشکی که بلای جان ده ها نفر می شود ندارد. جنگ فلواقع تغییر خصلت داده است. دقیقتر اینکه دلایل جنگ افروزی به ترتیب اهمیت تغییر یافته است. انگیزه هایی که تا حدودی اندک در جنگ های بزرگ اوان قرن بیستم وجود داشت اکنون استیلا یافته و آگاهانه بازشناسی شده و به دلایل اصلی جنگ افروزی تبدیل شده است. برای درک ماهیت جنگ کنونی، چرا که به رغم گروه بندی مجددی که هر چند سال یک بار پیش می آید، همواره همان جنگ است. باید در وهله اول توجه داشت که محال است سرنوشت ساز باشد. هیچ یک بر قدرت حتی در صورت اتحاد دوتای دیگر هم مغلوب نمی شوند. آنها هم چند و دفاع طبیعی آنان بسیار مستحکم است. اروسیه را سرزمین های بیکرانش در پناه گرفته است و اقیانوسیه را پهنای اقیانوس هایت اطلس و آرام و شرقاسیه را پربار بودن و جدیت ساکنانش. سانیان دیگر در مفهوم مادی چیزی برای جنگیدن وجود ندارد. با استقرار اقتصاد مستقل که در آن تولید و مصرف در پیوند با همند تلاش برای بازاریابی که سبب عمده جنگ های پیشین بود به پایان رسیده است و رقابت بر سر مواد خام دیگر موضوع مرگ و زندگی نمی باشد. در هر صورت هر یک از ابرقاره چنان کران ناپذیر است که میتواند مواد مورد نیاز خود را در محدوده مرزهایش به دست آورد. تا آنجا که جنگ هدف مستقیم اقتصادی دارد، جنگی است برای نیروی کار. در میان مرزهای ابرقاره ها که به طور دائم در اختیار هیچ یک از آنها نیست مربعی قرار دارد که تنجه و برازاویل و داروین و هنگ کنگ از لا آنند و حدود یک پنجم جمعیت زمین را در خود جای دادند. به خاطر تملک این نواحی پر جمعیت و منطقه یخزده ی قطب شمال است که سه قدرت پیوسته در نبرد با همند. در عمل هیچ یک از قدرت ها تمام منطقه مورد نزاع را در اختیار ندارد. قسمت های از آن پیوسته دست به دست می گردد و شانس تصرف این یا آن تکه از زمین با ضربه ناگهانی خیانت است که تغییرات بیپایانه پایان را املا می کند. جمله ممالک مورد نزا منابع کانی ارزشمندی دارند و در بعضی از این ممالک محصولات گیاهی مهمی از قبیل لاستیک به دست می آید. که در نواهی سردسی لازم می آید که آنها را با شیوه های نسبتاً گرانتری به طور مصنوعی تولید کرد. اما از همه مهمترین که ذخیره بی‌پایانی از نیروی کار ارزان دارند. هر یک از قدرت ها که منطقه هاره ای آفریقا یا کشورهای خاور میانه یا هند جنوبی یا مجموع جزایر اندونزی را زیر سلطه بگیرد بر صدها میلیون باربر ارزان قیمت و خرکار نیز دست میابد. ساکنان این نواحی که علنا تا سرحد بردگی نزود کرده اند پیوسته در دست این یا آن فاتح می گردند و در این مسابقه مانند زغال یا نفت مصرف می شوند تا صلاح بیشتری به دست آید ناحیه بیشتری در تصرف آید قدرت کار بیشتری در اختیار گرفته شود سلاح بیشتری به دست آید ناحیه بیشتری در تصرف آید و همینطور الا غیر نهایه باید توجه داشت که جنگ هیچگاه از کنارهای نواحی مابه نزاف فراتر نمی رود. مرزهای اروسیه بین حسچه کنگو و ساحل شمالی مدیترانه پیش و پس می رود. جزایر اقیانوس هند و آرام، پیوسته به دست اقیانوسیه یا شرقاسیه، گرفته و باز گرفته می شوند. مرز میان اروسیه و شرقاسیه در مغولستان هیچگاه ثابت نیست. هر سه قدرت در اطراف قطب مدعی سرزمین های عظیمی هستند که در واقع قسمت های اعظمی از آنها غیر مسکون و نامکشوف است. اما وزنه قدرت همواره همچند و سرزمینی که مرکز هر یک از ابرقاره ها را تشکیل می دهد همواره از تجاوز مسون می ماند. وانگهی نیروی کار ملت های استثمار نشده در اطراف خط استوا در واقع برای اقتصاد دنیا ضروری نیست. آنها چیزی بر ثروت دنیا نمی افزایند چون هرچه تولید می کنند برای هدفهای جنگ به کار می رود. و هدف جنگ همواره باید در وضعیت بهتری باشد که بتوان آتش جنگی دیگر را افروخت. جمع بردگان با نیروی کار خیش آهنگ جنگجویی مداوم را سرعت می دند. اما اگر آنان وجود نمی داشتند، ساخت اجتماعی دنیا و روندی که با آن خود را ابقا می کند، در اساس تفاوت نمی کرد. هدف اولیه جنگ جدید که بر حسب اصول دوگان باوری مغزهای متفکر حزب مرکزی این هدف را در آن واحد هم به رسمیت میشناسند و هم به رسمیت نمیشناسند این است که فراورده های ماشین را بی هیچ ارتقا در معیار عام معیشت یک سر مصرف کنند از اواخر قرن 19 هم به این سو مشکل رفع و رجوع مازاد کالای مصرفی در بطن جامعه صنعتی نهفته بوده است در حال حاضر که معدودی از آدمها غذای کافی برای خوردن دارند چون این مشکلی حیاتی نمی نماید. حتی اگر سیر مصنوعی انهدام هم به کار نیفتاده باشد. دنیای امروز در مقام قیاس با دنیایی که پیش از 1914 وجود داشت. مکانی بی حاصل و گرسنه و مخروبه است. اگر هم با آینده خیالی که آدم های آن دوران چه راهش بودند مقایسه شود که دیگر واویلا است. در اوان قرن بیستم رؤیای جامعه آینده جامعه ای که بسیار غنی و فارغ و, و منظم و کار آمد باشد دنیایی به درخشش الماس و گند زدائی شده ساخته شده از شیشه و فولاد و سیمانی سفید برفی بخشی از آگاهی هر انسان تحصیل کرده بود علم و تکنولوژی با سرعتی حیرت آور رشد می کرد و تصور ادامه رشد امری طبیعی می نمود اما چنین نشد پاری به سبب فقر حاصل از جنگ و انقلاب‌های طولانی پاره ای به دلیل وابستگی خوی تجربی اندیشه که در جامعی سخت قشربندی بندی شده امکان بقا نداشت به پیشرفت علمی و تکنولوژیکی. به طور کلی امروز دنیا ابتدایی تر از پنجاه سال پیش است. نواهی عقب افتاده چندی پیشرفته شده و ابزارهای گوناگونی که همواره به نحوی مربوط به امور جنگ و جاسوسی پلیسی است توسعه یافته است. اما تجربه و اختراتا حد زیادی متوقف شده و ویرانی های جنگ اتمی دهه 1950 کلا جبران نشده است. با این همه خطرات نهفته در ماشین جنگ همچنان است از لحظه ای که سر و کله این ماشین پیدا شد، برای اندیشمندان روشن بود که نیاز به خرابکاری انسان و بنابراین تا حدودی نیاز به نابرابری از بین رفته است. اگر این ماشین به طور عمد برای چنان قایتی به کار گرفته میشد، گرسنگی و کار زیاد و کسافت و بیسوادی و مرض طی چند نسل از میان برداشته میشد. و فلواقع بیان که برای چنین مقصودی به کار گرفته شود، با نوعی روند خود به خودی، با تولید ثروتی که گاهی توزیع آن محال بود، معیارهای زندگی آدم معمولی را طی دوره پنجاه ساله در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم تا حد بسیار زیادی بالا برد. اما این امر هم روشن بود که افزایش همه جانبه ثروت سقوط جامعی طبقاتی را تهدید می کرد. در حقیقت به تعبیری مایه سقوط آن بود. در دنیایی که هر آدمی ساعت کمی کار می کرد. غذای کافی برای خوردن داشت، در خانهش حمام و یخچال داشت، صاحب اتومبیل یا حتی هواپیما بود، بدیهی ترین و شاید مهمترین شکل نابرابری از میان رفته بود. ثروت در صورتی که یک باره عمومی می شد، مایه امتیازی نمی شد. بیشک می توان جامعه ای را تصور کرد که در آن ثروت به مفهوم داشته و تجملات به تصاوی تقسیم شود و قدرت در دست طبقه معدود و ممتاز باقی بماند. اما در عمل چنان جامعه ای دوام چندانی نمی آورد. چون اگر همه به یکسان از فراغت و امنیت بهره مند میشدند توده ی عظیم انسان هایی که معمولا مایه استحمارشان فقر است با سواد میشدند و اندیشیدن را یاد می گرفتند و در چنین صورتی دیر یا زود متوجه می شدند که اقلیت برتر عمل کردی ندارد و سر راهبرشان برشان می داشتند در دراز مدت جامعه طبقاتی تنها بر اساس فقر و نادانی امکان پذیر بود بازگشت به گذشته شبانی آنگونه که اندیشمندان در اوایل قرن بیستم رؤیای آن را میدیدند راه حلی عملی نبود با ماشینی کردن که تقریبا در سراسر دنیا به صورت شپ قریزه ای در آمده بود، تزاد داشت. وانگهی، هر کشوری که به لحاظ صنعتی عقب افتاده بر جای می ماند، به لحاظ نظامی بیچاره می و مستقیم یا غیر مستقیم محکوم به زیر سلطه درآمدن آمدن رقبای پیش نگه داشتن توده ها در فقر از راه محدود کردن بازده کالا نیز راه حل رضایت بخشی نبود چون این کاری تیه واپس این دوران سرمایه داری حدودن بین سالهای 1920 و 1940 تا حد زیادی صورت گرفت اقتصاد اکثر کشورها راکت شد زمینها کشت نشد کالای سرمایه ای افسایش نیافت از کار کردن عده بسیار زیادی ممانعت به امنان و از صدقه سر حکومت زنده ماندند اما این نیز به ضعف نظامی انجامید و از آنجا که محرومیت های ناشی از آن آشکارا غیر ضروری بود پیدایش گروه مخالف را ناگزیر کرد مشکل این بود که چگونه چرخهای های صنعت را بدون افزایش ثروت واقعی دنیا در گردش نگه داشت لازم بود که کالا تولید شود اما نیازی به توضیح نداشت و در عمل تنها راه نیل به این مقصود جنگ افروزی پیوسته